سلام، من نرگس سامدی هستم. امروز در خدمتتونم با بافتن یه موتیف دیگه. این موتیف ها که میخوایم با هم ببافیم با بافت ذرتی هست. شما میتونید این موتیف رو ببافید که به شکل مربع هست و اون رو به هم دیگه وصل کنید و باهاش رو تختی، رو میزی یا رو مبلی ببافید. هم میتونید به صورت مربع به هم وصلش کنید، یعنی تعدادی که به هم وصل میکنید از در عرض و طول وقتی یکی باشه به شکل مربع در میاد. اگر میخواید رو تختی درست کنید باهاش که مستطیل شکل باشه، وقتی توی طول بیشتر از عرض موتیفا رو به هم وصل بکنید به شکل مستطیل در بیاد. حالا با هم دیگه میریم سر بافت این موتیف زیبا. خب من با نخ سفید میبافم که کامل مشخص باشه. ما برای بافت اول یه حلقه جادویی میزنیم به این شکل. نخ رو وارد حلقه میکنیم، بیرون میاریم. 1 2 3 چهار تا زنجیره میزنم و حلقه را از دستم در میارم. 4 تا زنجیره به خاطر این زدم که من 3 تا پای میخوام پای بلند داشته باشم با فاصله 1 زنجیره. این 3 تا زنجیره حکم 1 پای بلند رو داره، 1 زنجیره من برای فاصله زدم. میرم وارد حلقه میشم و 1 پای بلند میزنم بعد از 4 تا زنجیره. حالا 1 دونه زنجیره میزنم و دوباره وارد حلقه میشم و 1 پای بلند میزنم. و این کار رو تکرار میکنم تا 12 تا پایه بلند داشته باشم با فاصله 1 زنجیره. وقتی 12 تا پایمون رو زدیم با فاصله 1 زنجیره، حلقه رو میکشیم که جمع بشه. 1 دونه زنجیره آخرمون هم میزنیم و میایم داخل این 3 تا زنجیره اول که داشتیم، داخل سومیش 1 بست میزنیم به این شکل. حالا میایم با 1 بست میریم وارد این زنجیره 4 میشیم. ما در واقع اول 4 تا زنجیره زده بودیم، با 1 بس وارد میشیم، 3 تا زنجیره میبافیم به عنوان یه پای بلند. همینجا داخل همین زنجیره 4 تا پایه بلند دیگه میبافیم. اگه کانوای شما ضخامتش زیاد بود میتونید 3 تا ببافید که با این زنجیرهای اول میشه 4 تا، ولی ما الان اینجا 4 تا میبافیم، با این 3 زنجیره اول میشه 5 تا. 1 2 3 4 و اینم پنجمین پایه بلند. حالا من میام این 5 تا رو که بافتم، این 3 تا زنجیره که اول زده بودم، سوم زنجیرهش رو میگیرم، قلاب وارد 3 زنجیره میکنم، سوم زنجیره و 1 بست میزنم به این شکل. و این بافت ما بهش میگیم بافت ذرتی. حالا 1 دونه زنجیره میزنم، میام میرم داخل تک زنجیره بعدی. و ما الان توی این 1 دونه زنجیره بودیم، حالا میریم توی یک این زنجیره بعدی. 5 تا دوباره من اینجا پایه بلند میبافم، این 3 تا، 4 تا و 5 تا. دوباره میام اولین پایه رو سرشو میگیرم، ببینین اولین پایه که بافته بودیم، و 1 بست میزنم به این شکل. دوباره 1 دونه زنجیره میزنم، میرم داخل زنجیره بعدی، این بافت ذرتی ما انجام میدم و دور تا دور داخل تمام این تک زنجیره ها این بافت ذرتی رو میبافم و با فاصله 1 زنجیره. خب اگه تا حالا عضو کانال ما نشدید، ممنون میشم که گزینه مشترک رو بزنید، زنگولم روشن کنید تا هر پستی که جدیدی که براتون میذارم بتونید ببینید. خب ببینید، من همه رو بافتم، الان باید 12 تا پای ذرتی داشته باشیم با فاصله 1 زنجیره. زنجیره آخرم هم که زدم، میام میرم دقیقا میبینیم وسط پای ذرتی اولی و 1 بست میزنم به این شکل. حالا میام با 1 بست میرم توی این 1 دونه زنجیره. ببینید این 1 زنجیره که فاصله بین این دوتا پایه های ذرتی من بود. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان 1 پایه، داخل همینجا دوباره 4 تا پایه بلند میبافم، این 3 4 و 5، و همون پایه ذرتی رو اینجا در واقع میخوام ببافم. حالا با هم یکی میکنم. این بار فاصلم رو 2 تا زنجیره میکنم، 2 تا زنجیره میزنم، میرم داخل 1 دونه زنجیره بعدی میشم و 1 پایه ذرتی دیگه میبافم. بعد تمام این 1 دونه زنجیرهایی که فاصله بین
بافتای ذرتیم هست و یه دونه بافت ذرتی میبافم و این بار به جای یک زنجیره دو زنجیره برای فاصله میزنم. خب ببینید من همه رو زدم، حالا دو تا زنجیره آخرم هم میزنم مثل رج قبل، میام داخل پای ذرتی اولی و یک بست میزنم. حالا با یک بست دوباره میام داخل این دو تا زنجیره میشم و اینجا یک دو سه تا زنجیره میزنم، همینجا داخل این دو تا زنجیره سه تا پای بلند میبافم، دو تا زنجیره میزنم، همینجا دوباره سه تا پای بلند دیگه میبافم، این دو و اینم سه تا. حالا یه دونه زنجیره میزنم میرم تو، دو زنجیره بعدی سه تا پایه بلند میبافم، یک دو و اینم سه. یه دونه زنجیره میزنم میرم تو، دو زنجیره بعدی اینجا هم سه تا پایه بلند میبافم، یه دونه زنجیره میزنم میرم تو، دو زنجیره بعدی دو تا سه تا پایه بلند میبافم، دو تا زنجیره میزنم و دوباره سه تا پایه بلند میبافم. در واقع اینا میخواد تو گوشه کارم باشه. ببینید اینجا یه گوشه کارم درست کردم وقتی سه تا پایه بلند دو تا زنجیره سه پایه بلند زدم و اینجا هم همینجا. در این بافتم تا دور تا دور تکرار هست. شما این گوشه رو که درست میکنید بعدش باید دو تا پایه سه تایی با فاصله یک زنجیره ببافید، دوباره یه گوشه دیگه درست کنید، بعد دوباره سه تا دو تا پایه سه تایی ببافید با فاصله یک زنجیره، یه گوشه دیگه درست کنید که میشه چهارمین گوشتون و دوباره این دو تا پایه سه تایی هم میبافید و میرسید به چهارمین گوشتون. پس این باف تکرار هست، به همین شکل باف رو ادامه میدید. الان نوبت پایه های ستایتون هست. خب ببین آخرین ستا پایه هم که زدم، حالا به جای یک زنجیره میام این ستا زنجیره که اول داشتم سر سوم زنجیره یه پایه متوسط میبافم. ببینید این ستا رو زدم، حلقه میگیرم دور قلابم، میام از داخل سوم زنجیره نخ میگیرم و حالا هر سر با هم یکی میکنم، بعد یک دو سه تا زنجیره میزنم برای رج بعدم، همینجا دو تا دیگه پایه بلند میبافم به این شکل، یه دونه زنجیره میزنم میام تو این دو تا زنجیره که گوشه کارمه، سه تا دوباره پایه بلند میبافم، یک دو سه، بعد دو تا زنجیرمو میزنم دوباره همینجا داخل همین دو زنجیره سه تا پایه بلند دیگه میبافم. بشه. حالا یه دونه زنجیره میزنم میرم روی این تک زنجیره که فاصله بین پایه ها بود سه تا پایه بلند میبافم، دو تا سه تا، دوباره یه دونه زنجیره میزنم میرم روی زنجیره بعدی. ببینید دقیقا بین پایه همون که زنجیره زده بودیم الان بافتامون رو اون زنجیره هست، دوباره یه دونه زنجیره میزنم میام اینجا روی این یه دونه زنجیره و سه تا پایه بلند میبافم به این شکل، یه دونه زنجیره میزنم به گوشه کار که رسیدم اینجا که دو تا زنجیره هست داخل دو زنجیره سه تا پایه بلند میبافم، دو تا زنجیره و سه تا پایه بلند، سه تا پایه بلندشم که بافتم، یه دونه زنجیره رو میبافم، دوباره باف تکرار هست، به همین شکل تکرار میکنم تا به آخر رج برسم. ببینید من الان همه رو بافتم به آخر رج رسیدم. اگر شما میخواید موتیفتون از این بزرگتر باشه، یعنی این مربع دورش یه مقدار بزرگتر باشه، میتونید تا دو یا سه رج دیگه ادامه بدید یا اینکه موتیف رو به همین اندازه نگه دارید و این گل برجسته‌اش دورش کم باشه یا اینکه میتونید بیشتر کنید. اگه خواستید بیشتر کنید مثل رج قبل میایین و یه دونه پایه متوسط به اول زنجیرتون میزنین به این شکل و دقیقا مثل رج قبل بافت میکنید، حالا یا یک رج یا دو رج یا سه رج بسته به اندازه موتیفی که میخواییم. ولی الان من چون میخوام موتیف رو تموم کنم یه دونه زنجیره میزنم و میام به سر اون سومین زنجیره یک بست میزنم و به این شکل کار رو تموم میکنم.
امیدوارم که از این موتیف بافت ذرتی که گلش به این صورت بردسته بافته میشه خوشتون بیاد و ببافید و لذت ببرید. ممنون از نگاه زیباتون.